به نام یاد خداوند و با درود بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. عرض ارادت خدمت شما سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقتتان بخیر. امیدوارم صبح امروز پنجشنبه را به خوبی آغاز کرده باشین. خوش باشین و خوشی ها از آن شما باشه و از شر تمام بلاها، مخصوصا شر کرونا، همه در امان بمانیم. خوشحال هستم باز هم به شیر سیرت و یکی دیگر از برنامه‌های آیات عشق در صبح خورشید تا ساعت 9 به گونه‌اش مستقیم در خدمت قرار دارم. جناب استاد فضلی آماج، نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه امروز با ما هست. حضور شما بخیر باشه و خیلی خوشم آمد جناب استاد. شما با سلامت. تشکر. دوستان عزیز، موضوع این بحث ما را شب در صفحه فیسبوک اسلام و قرآن نوشتم. احزاب سیاسی، جریانها و تشکل‌های سیاسی از منظر قرآن و سنت موضوع بحث ما با جناب استاد هست. امیدوارم با دقت تمام دنبال کنین. استاد، در آغاز تعریفی که از حزب شما داریم چی هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و صلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من دعا بدعوته الی یوم الدین. با عرض سلام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز و ممنونی که دعوت کردین، فرصت مساعد ساختین دقایق در خدمت بینندگان عزیز و ارجمند باشیم. خب، حزب اگر به لحاظ اکادمیک و علمیش بریم بررسی بکنیم یک بحث کلان و دامنه دار است، اما در کلیت یک مجموعه، یک سازمان سیاسی یا یک گروهی که برای به دست گرفتن قدرت تلاش میکنن و سازوکارهای ویژه خود دارن. اینها ابزارهای مختلفی را برای رسیدن به قدرت یا برای دولتی در سایه گاهی قرار گرفتن دارن. این مکانیزم ها و روش ها و ابزارها مختلف و متنوع است و انواع احزاب سیاسی هم گوناگون است و دولت های هم که احزاب در اونها وجود داره، گاهی یک دولتی هست که تک حزبی هست، گاهی است که یک دولتی هست که در او تنها دو حزب وجود داره که قدرت بین خود رد و بدل میکنن. گاهی هم اکثریت کشورها تعدد احزاب در اونجا وجود داره. خب، اینها همو دیدی هست که در غالب دیدی سیاسی با احزاب نگاه میکنن، اما اینکه این مسئله با اسلام و دیدی اسلام نسبت به حزب و گروه چی است، آیا احزاب سیاسی در اسلام هستن یا نیستن، مباحثی هستن که انشاءالله سرش صحبت وجودش ما بسنات. پس دید اسلام نسبت به حزب، گروه و تشکل سیاسی چگونه هست؟ ببینین، کلمه حزب در قرآن کریم موارد زیاد خودش به کار برده شده است و در هر سیاقی و در هر روند گفتاری معنای ویژه و مخصوص خود داره. مثلا در یکی از آیات بینات الهی میایه که فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یا در یک آیت دیگری میایه کل حزب بما لدیه فریحون. کل حزب بما لدیه، اونجا معناش یک گروه هست و این طرف هم که در این آیه مبارکه ذکر شده، چنانکه امام قرطبی در تفسیرش میگه منظور از حزب در اینجا یک صنفی، یک گروهی از مسلمان است، یعنی نه همه مسلمان هم. خب، با این تشکلات مدرنش بدون شک حزب یک حالتی تازه‌ای داره، اما آیا این با اسلام ناسازگار است؟ من فکر میکنم اغلبیت مسلمان ها و علمای مسلمان با اینکه حزب وقتی همو اصول و کلیاتی که اسلام داره در نظر بگیرن، میگن مشکلی نداره و بحث بیشتر جنجال سر تعدد احزاب است که آیا هست یا نیست. من میخوام کوتاه در رابطه به نگاه اسلام به حزب بگم. ما در اصول فقه قاعده داریم میگه شناخت یک پدیده فنی از معرفت اوست. به این معنا که ما وقتی میگیم استاد سیر آدم خوب است، این داوری من فنی از معرفت ما را نسبت به استاد سیر نشان میده. اگر بگم بد است، این هم یک بخشی از معرفت ما را نسبت به استاد سیر نشان میده. پس به این اساس ما ببینیم ماهیت احزاب چیست و وقتی ما ماهیت احزاب فهمیدیم که چیست، او وقت میفهمیم که آیا با اسلام سازگار هست یا نیست. ماهیت احزاب سیاسی بعد از گرفتن قدرت است، مثلا جلوگیری از استبداد است، اپوزیسیون بودن و معارض بودن است. این در هدف منظورتان هست یا ماهیت هست؟ ماهیت احزاب که شکل میگیره یک حزب سیاسی پس روی چه اهداف همی شکل میگیره. یعنی اگه حزب سیاسی شکل میگیره که قدرت به دست بگیره، اپوزیسیون قرار بگیره، جلوی استبداد و تکرویره بگیره، این بیکارایی هستن که یا به صورت منظم و سیستماتیک جلوی مفاسد و استبداد بگیرن. همینا کلیاتی هستن که در یک حزب سیاسی هدف قرار داده میشه. حالا ای که احزاب سیاسی در کشور ما چنین میکنن یا نمیکنن، چنین اهدافی را دارن یا نه، تنها برای جیبشون میاندیشن، این بحث جداست. اما در کلیت احزاب برای همین چیز هدف شکل میگیره و همینا ماهیت و عناصر و مؤلفه های یک حزب. اما به تاریخچه احزاب، به تاریخچه حزب بپردازیم جناب استاد. ما در صدر اسلام میبینیم که مثلا در زمان خلفای راشدین و بعد از او نگاه یعنی مشخص و رویکرد مشخص و تعریف مشخصی از حزبی وجود ندارد. بله بله. پس این نمیشه این بناوی را بدعت نامید. ببینیم من پیشتر هم گفتم که این به معنای امروزیش یک امری نو تازه‌ای هست، معاصر است. بنابراین وقتی ما با قضایای جدید روبرو میشیم، درست بودن و نادرست بودنش باید از ماهیت یک پدیده بشناسیم. وقتی حزب در زمان پیامبر وجود نداشته، باید دلیل روشنی از قرآن و سنت بر حرام بودنش وجود داشته باشه. بله، چنین نیست. نیست، طبعا نیست. و ما یک قاعده دیگه هم در اصول داریم که الاصل فی الاشیاء اباح، اصل در هر چیز مباح است الا اینکه دلیلی بر حرمتش وجود داشته باشه. ما کارهای زیادی نمیکنیم که در قرآن و سنت وجود ندارن که اینها مباح هستن، اما چون دلیلی بر حرمتش وجود نداره و از این رو ما نمیتونیم بگیم اینها حرام هستن. وقتی حزب سیاسی امروز یک فعالیت ها را میکنه، وقتی ما میگیم حرام است، بر مبنای چه حرام است؟ بر مبنای چی بدعت است؟ خب وقتی ما به ماهیت اینها نگاه میکنیم، ماهیت حزب همین چیز هست. خب شما رو به این نگاه بکنیم، آیا مبارزه با استبداد یک اصل دینی نیست؟ مگر تمامی پیکارها و تشویقها و ترغیبهای قرآنی در مبارزه علیه فرعون خود نمادی از مبارزه علیه استبداد نیست؟ آیا منطق فرعون که من چیزی را که میبینم همو درست و رشید است، چیزی غیر از دید من درست نیست، این منطق قرآن به تن نمیگیره و در مقابلش اصحاط نمیشه؟ آیا قرآن به ما دستور نمیده که در برابر مظالم اصحاط شویم؟ آیا پیامبر اکرم ما صلی الله علیه و سلم نمیگه که برترین جهاد گفتن سخن حق در برابر زمامدار ستمگر است؟ آیا خلفای ما وقتی به قدرت رسیدن، زمامداران و الگوی ما، نگفتن که اگر راست رفتیم از ما اطاعت بکنید، اگر کج رفتیم ما را راست بکنید؟ امروز راست کردن نظام به صورت فردی ممکن نیست. ما تا یک مجموعه ای را تألیف نکنیم و یک حزب قدرتمندی را وجود نداشته باشیم که اگر قدرت کج میشه و اگر زمامداری به اصطلاح مستبد و شیخ صفت به قول اسماعیل بلخی که همه چیز در دست خوست، او را راست بکنیم، پس ما با صورت فردی این منکر نمیتونیم جلوش بگیریم. مگر قرآن کریم به ما بسیار به صراحت نمیگه که ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف؟ مگر کی میگه که میتونه بگه که استبداد منکر نیست، دعوت به آزادی معروف نیست؟ کی میتونه منکر شوه که اینمی دعوت اگر ما در شکل یک تنظیم و به صورت یک سازمان در بیاریم یک امر بدعت و ناروا هست؟ مگر ما مسلمان ها برای رسیدن به یک اقتدار سیاسی که از آن مردم ملتمان باشه، از آن مسلمان ها باشه، مبارزه نمی کنیم؟ مگر بدون وجود احزاب سیاسی ما میتوانیم به چنین امر نائل بیاییم؟ آیا ما نمیخواهیم که کشورمان آباد باشه، با آرامش امنیت دست بیابیم؟ دیگر استبدادی وجود نداشته باشه، دیگر اختناقی وجود نداشته باشه. مگر شما جامعه ای را سراغ دارین در دنیای معاصر که بدون احزاب سیاسی قدرتمند و نظاممند اونها تانسته باشند به یک اقتدار منظم و به یک قدرت منظم رسیده باشند. وجود شما مثلا دوستات اولین حزب که در کشور اسلامی و یا هم توسط مسلمان ها تأسیس و ایجاد شد در چه زمانی بوده؟ دقیقاً ما یعنی قبل از اخوان المسلمین احزابی بوده؟ یعنی ما پیش از بعد از سقوط خلافت اسلامی در خلافت عثمانی یا اسلامی، خلافت عثمانی یا خلافت اسلامی هم میگنش، بدون شک خلافت اسلامی بوده و تمام مشکلات و معایبی را که داشته. خب و بحث جای خودش. پس از سقوط خلافت عثمانی اولین جریانی که تأسیس میشه جریان اخوان المسلمین است در سطح دنیا، ولی در خود در زمانی یعنی در آستانه های سقوط خلافت اسلامی هم احزابی اسلامی شکل گرفتند. مثلا جنبش خلافت حضرت شاه ولی‌الله دهلوی، حضرت شاه ولی‌الله دهلوی جنبش خلافت برای این تأسیس کرد که از همو خلافت عثمانی بتونه حمایت بکنه. و یک گپی بسیار جالب سیرسبی است که در اون روزگار یک جمعی از اسلامگراهای آتشینی که امروزه ما بیشتر داریم، حماسه زیاد دارن و عقلانیت متاسفانه کم دارن و فهم دینی خوب بسیار ضعیف از مکرده ضعیف، یعنی حماسه بدون عقلانیت و بدون فهم فاجعه خلق میکنن. فقط شما یک بم هستین در حال انفجار کردن، دیگر نه عقلانیت است که شما را جهت بده، نه فهمی است که احساسش بالاتر زد که بفهمه که تو در کجا میری و یا کجفهمی و بدفهمی خودش فاجعه است در اسلام. در همون روزگار هم یک جمعی آمدن به حضرت شاه ولی‌الله تاختن، گفتن چرا شما آمدین از یک خلافت پوسیده بدعتی مثل فلان فلان خرافاتی دفاع میکنین؟ حضرت شاه ولی‌الله یک جمله رو او وقت میگه که امروز ما شاهدش هستیم، میگه اینمی با تمام معایبی که داره حداقل یک محوری است که مسلمان ها میتونن بر محور بر گردی از این جمع شود. اگر این محور شکست نابود شد، باز ایجاد این محور بسیار سخت و دشوار است. واقعا وقتی اون محور شکست، ما امروز زحمات زیادی را در جهان میکشیم که یک محور درستی ایجاد شود که مسلمان ها برگرده از او جمع شوند وجود نداره. شما مثلا بحث قهرمان ملی، رهبری ملی، اینها را در علوم سیاست داره. فلسفه وجودی اینها اینمی هست که یک محور ایجاد بکنن برای مردم. همین قهرمانایی که مثلا در دنیا معرفی میکنن، مثلا گاندی یا امثال دیگر، اینا اوقدری که در سریال‌ها نشان میدن و در فیلم‌ها نشان میدن و یا از اونها یک قهرمان بسیار عجیب و غریبی ساختن، واقعیت‌های زندگیشون اونطوری نیست. بسیار یک شکل اسطوره‌ای به خود میگیره، بیشتر یک حالت افسانه‌ای و اسطوره‌ای را به خود میگیره تا مردم بتونن برای مردم محورهای ایجاد بکنن که جمع شوند. ما فکر میکنم اگر احزاب سیاسی میاین، به قول دکتر سبی قرضاوی در کتاب فقه سیاسی یک بحث بسیار قشنگ و زیبا داره، تعدد احزاب و حکومت در اونجا بحث مفصل داره. اگر احزابی ایجاد میشن و تنها به اصطلاح اسلام ستیزی نمی کنن و با احزابی که با ملت و مردمش دشمنی دارن و ستیز داره و با هویت فرهنگ و حقایق مردم دشمنی دارن اونها را یاری نمی کنن، هیچ مانعی وجود نداره. وجودش ما به سلامت. جناب استاد آماج، اگر نگاهی داشته باشیم به حزب اخوان المسلمین که بیشتر احزاب سیاسی اسلامی افغانستان هم قسماً تاثیرپذیر هست از حزب اخوان المسلمین، شما چه برداشتی دارین از اخوان المسلمین؟ بدون شک ببینن اخوان المسلمین یک جریان اسلامی هست که امروز به یک مکتب فکری هم تبدیل شده است. اخوان المسلمین تنها یک جریان سیاسی نیست که تنها سیاسی بندیشه و بودی سیاسی داشته باشه و تنها هدفش به دست گرفتن قدرت بوده باشه. شما وقتی در داخل اخوان المسلمین داخل شوین یا تعمق بکنید در داخلش، می‌بینید بودی تربیتی در اخوان المسلمین چربی میکنن نسبت به بودی سیاسی. هرچند مخالفین سیاسیش نمیخوان که او پهلو را برجسته بسازن، اما وجود کادرهای علمی که امروز در دنیا تقدیم کرده این مکتب نشان میده که این جریان تنها جریان سیاسی محض به معنای امروزین نیست. یعنی امروز کیست از جوانان مسلمان یا از کتابخانه‌های ما که حداقل با نویسنده ای از نویسندگان اخوان المسلمین روبرو نشده باشه؟ شما وقتی وارد یک کتابخانه میشین حداقل 50-60 کتاب‌هایش نویسندگان اخوان المسلمین تشکیل میده و امروز رهبری فقهی جهان اسلام مانند دکتر یوسف قرضاوی و اینها به دست دارن. اخوان المسلمین برای اصلاح فرد، اصلاح خانواده، اصلاح جامعه و اصلاح حکومت و رسیدن به یک حکومت اسلامی یا به قول امام بنا لو کان لنا حکومه، و بعد آزادی سرزمین های اسلامی که یک زمان اسلامی بودند و بعد یک دولت مقتدری که به شریعت همه بتوانه در سایه از او سعادتمند زندگی بکنه. اما اخوان المسلمین واقعیت ها را درک میکنن، میفهمند که یک دم با این وضعیت محال است که ما بتونیم با او آرمان کلان نهاییمان برسیم. از همین رو اینها استپ به استپ، گام به گام، مرحله به مرحله پیش می روند، به دلیل اینکه این جریان یک جریان واقعی اسلامگرای سیاسی متفکر و اندیشمند و آگاهانه است. به همین لحاظ دشمن هم بیشتر دارند. شاید دوستان بگن اینجایی اشتباه کردن، اینجایی اشتباه کردن، اینجایی عیب دارن، اینجایی عیب دارن. من میپرسم مگر اخوان المسلمین فرشته ها هستن که اشتباه نکنند؟ بعد آدم وقتی وارد میدان سیاست شد، سیرسه بازی سیاسی کرد، فعالیت سیاسی کرد، این محال است که چنم دارن آدم اشتباه نکنه. وقتی آدمی با قامت ابوبکر، آدمی با قامت عمر ایسات میشه، میگه من اگر راست رفتم مرا پیروی کنین، اگر کج رفتم مرا راست کنین. و این نشان میده که در فعالیت های سیاسی هیچ کسی معصوم نیست. خب اخوان المسلمین اگر اشتباه نمیکردن اینا فرشته ها بودن دیگه. وقت فعالیت سیاسی میکنن، کار سیاسی میکنن، اجتهاد سیاسی میکنن، اجتهاد فکری میکنن، مینویسن، بحث میکنن، وارد مبارزه میشن، وارد فعالیت های سیاسی میشن. یک امری طبیعی است که اشتباه میکنن و خطا میکنن. وجود شما بس برمیگردیم ادامه حرف و حدیث پس از وقفه. خوش آمدین. ادامه آیت عشق در صبح خورشید بیننده و شنونده هستید. جناب استاد فضلی آماج، نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه امروز با ما هست. جناب استاد، خب اگر ما نگاهی داشته باشیم به گذشته احزاب، ما میبینیم که کمتر اینا به اون موفقیتی که شاید در اهدافشان بوده باشن نائل شده باشن. مثلا اکثر رهبرای اخوان المسلمین امیل از اگر ما نگاهی داشته باشیم یا به شهادت رسیدن و یا هم در پشت میله های زندان، حتی به چند رهبر که در هفته های گذشته میبینیم که حبس ابد از طرف حکومت مستبد مصر به حبس ابد یعنی محکوم شدن، و احزاب سیاسی که در داخل کشور هست یعنی اینا فعلا در رأس قدرت قرار ندارن. خب ما اگر نگاهی داشته باشیم با گذشت 100 سال یک حزب سیاسی نمیتونه که در رأس قدرت قرار بگیره، مشکل در کجا هست؟ خب ببینین استاد شیر عزیز، سیرت عزیز، اهداف چی دارن اینها؟ مثلا وقتی اخوان المسلمین آمدن شعار دادن، گفتن که والموت فی سبیل الله من اسمع امانینا، مرگ در راه خدا از زیباترین و برترین آرزوهای ماست. و وقتی دکتر بدیر میخواستن به طرف زندان ببرن یا فرزندش شهید کردن، گفت که مردم ما وقتی گفتیم مرگ در راه خدا از برترین آرزوهای ماست، ما شوخی نمی کردیم. شما مطمئن باشین وقتی بخواین برای یک هدف کلان کار بکنین، این هدف هم تمامی استبدادگران جهان هستند، نه تنها کشورهای اسلامی، منافعشان به خطر می اندازه، استعمار را تهدید میکنه، استبداد را تهدید میکنه، و تمام نظام هایی که بشریت به پردگی گرفته اینها را تهدید میکنه. وقتی شما این گونه یک هدف کلان عنوان میکنید، شما فکر میکنید بسیار با سادگی میتونید به این هدف برسید. رسیدن به این هدف بزرگ کار ساده ای نیست، حتما کار ساده ای نیست. ولی اگر بگیم اینا هیچ موفقیت نداشتن، اینطوری هم نبود. اینطوری هم نبود. بله. مثلا شما در دانشگاه قاهره که ما اونجا درس خوندیم، در آغاز که اینها دعوت شروع کردن، در کل دانشگاه قاهره یک خواهر استاد سید خود با حجاب بود و خانم استاد عبدالصبور شاهین. ولی امروز شما وارد دانشگاه قاهره شوین، در نتیجه من نمیگم تنها اخوان المسلمین، تمام جریان های اسلامی که فعالیت میکنن، در نتیجه فعالیت های جریان های اسلامی امروز شما میبینین موجی از اسلامگرایی در داخل دانشگاه قاهره است. دانشگاهی که میگفتن اینجا سکولاریسم تولید میکنه، امروز شما به معهد تفکر اسلامی تبدیل شده است. در افغانستانی که اینجا کسی نماز میخوان مردم او را بندی میکرد. استبداد داود خان شما به یاد دارین، یا به قول یکی از دانشمندان سرزمین و سردار دیوانه در این کشور چی فاجعه خلق نمیکرد، چی مشکلات و مصیبتی را اینجا خلق نمیکرد. و دیگر احزاب لایک که از بیرون تمویل میشدن در اینجا، حتی ما قدرت نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم در دانشگاه نداشتیم که بالای اساسنامه یک مجموعه جوانان مسلمان نوشته بکنه. اما امروز وضعیت خیلی تغییر کرده. استبداد سیاسی در این کشور موج میزد. یعنی کی میتونه منکر باشه که در این کشور تنها یک مجموعه خاص و ویژه حرف اول میزد و هر چی میخواست میکرد. اما امروز خوابشان پریشان شده. امروز شما در افغانستان میبینیم که مردم بیدار شده، اقلیت ها بیدار شد. اقلیت خود در افغانستان من فکر نکنم کسی باشه، چون اکثریت کسی نیست در افغانستان. یعنی این کسایی که به زعم از اونها اقلیت گفته میشد، گروه ها و احزاب و حتی کسایی که امروز ضد همین گروه های اسلامگرا هستند، اینا از برکت همین اسلامگرا بیدار شدن. اینها و در بعضی کشورها خیلی موفق هم هستند، تو هم نیست. مثلا شما در ترکیه میبینید با وجود که چند بار متاسفانه با فاجعه های کلان روبرو شدن، وقتی میاین شما ببینید با یک دشمنی روبرو هستین. اسلامگرا میگن خب شما چی میگین راه مشروعی رسیدن به قدرت چیست؟ میگن انتخابات، آرای مردمی. بسیار خوبه، ما هم داخل میشیم. وقتی داخل میشن به قدرت میرسن، باز میبینین که عملا کودتا صورت میگیره. در الجزایر کودتا صورت گرفت، در ترکیه کودتا صورت گرفت، در فلسطین نگذاشتنشان حکومت بکنن، در قاهره در مصر شما میبینین کودتا صورت گرفت. یعنی تمام اینها نشان میده که اینها اجازه نمیدن. ولی با وجود از این مثلا ما میبینیم که امروز در ترکیه بسیار موفق هستن، در تا حد مثلا در تونس خیلی با موفقیت میرن. مثلا جریان‌های اسلامی که از در ایران به فعالیت رسیدن، به قدرت رسیدن تا حد زیادی تونستن. امروز گذشته از مخالفت‌هایی که ما با ایران داریم و بحث‌هایی که داریم، بدون شک استبدادی هم که در حال شکل گرفتن از داخل ایران، اینها را نمیتونیم ممکن شویم. هدف ما این بود جناب استاد که در رأس قدرت سیاسی فعلا ما حزب و یا جریان مثلا اخوان المسلمین فعلا در قدرت قرار نداره، احزاب سیاسی در افغانستان و یا شاید جنبش فتح الله گلر اگر به نام یادم نام ببره، یعنی در رأس قدرت قرار نداره. مشکل زمان منظور من همین بود که اینها وقتی که میان بر رأس قدرت میرسن نمیگذارنشون. یعنی در افغانستان در رأس قدرت پس نمیذارن. یعنی به این معنی که اینا سیاست نمیدانن، سیاست روز نمیدانن، یعنی بدون شک. یعنی معایب خودم دارن. بله اینا فرشته نیستن. یا بعضیا فکر کنن که ما اینا را اگر نقد کردیم نقد از اینا نقد اسلام است. نه، یک مجموعه بشری هستن، کارهای سیاسی میکنن، مشکلات خود دارن، سختی‌ها. ببینن وقتی مرسی با علیش کودتا صورت گرفت، از دکتر منیر پرسیدن که همین عیب مرسی از نظر شما اخوانی‌ها چیست؟ گفت عیب مرسی از نظر ما اخوانی‌ها است که مثل یک دعوتگر رفت رئیس جمهور شد، نه مثل یک رئیس جمهور. بله معایب خود دارن، کارنافهمی‌های خودم دارن، مشکلات خودم دارن، این کار نمیکنیم. ولی اصل مشکل این نیست. اصل مشکلی است که ما با یک دشمنی روبرو هستیم که بسیار قدرتمند، و از طرف دیگر ما با جامعه های مخاطب هستیم، با جامعه ای سخن میگیم که متاسفانه سالهای متمادی در زیر استبداد زندگی کرده است و طعم آزادی را نچشیده است. و قرآن کریم وقتی از فرعون سخن میگه فاستخف قومه فاطاعوه، وقتی به استخفاف و ذلت و زبونی و خواری مردمش کشید، این زبونی و ذلت و استبداد نتیجه است که اطاعت از فرعون به بار میاره. وقتی خسدوزهای ما و قول اسماعیل بلخی امام ما شدن و همه چیز در دست دارن و سالهای متمادی حقوق مردمی ما را گرفتن، از آزادی ها محروم کردن و استبداد قدرتمند هم پشت این صحنه وجود دارد، در چنین یک فضای ضعف‌های خودشان هم اینا داره جریان اسلامگرا. بله پس رسیدن به این هدف بزرگ طبیعتاً کار وجود شما با سرمد. پس من حیث یک پژوهشگر دینی، چه زمانی میتونه یک حزب سیاسی یک دعوتگر خوب باشه و در رأس قدرت هم قرار بگیره؟ من فکر میکنم احزاب سیاسی ما نیاز دارن که بخش‌های سیاسیشان یک مقدار مجزاتر از بخش‌های دعوتیشان بسازن. به این معنی نه که من معتقد به جدای دین و سیاست باشم گل تاپا بخورم. من میگم مثلا مثل که در مصر یک تجربه آغاز شد، متاسفانه که اجازه داده نشد که آمدن مثلا اخوان المسلمین بخش سیاسیشان به نام حزب آزادی و عدالت ساختن، یا مثل که حال در ترکیه همی کار در تونس کار استاد راشد غنوشی کرده. برای از این که کارهای سیاسی، مبارزه های سیاسی باید گپ های خود داشته باشه، تمرین های خود داشته باشه و گپ های دعوتی. یک دعوتگر بدون شک او باید مواصفات خاص خود داشته باشه. مثلا یک دعوتگر باید همیشه نسبت به مردم حسن زن داشته باشه. اگر شما به هر چیز حسن زن داشته باشین در سیاست، در نتیجه سیاسی میبراید. یعنی مجبور هستین که شما یک خط فاصله تا حد ایجاد بکنین اینجا که احزاب سیاسی یک بخشی را تخصیص بوده برای دعوت و مبارزات دعوتی و کارهای اینها و یک بخشی را تمرین بوده برای قدرت سیاسی و دشمن شناسی و مشکلات و موانعی که فراراهی حزب و چالش هایی که هست و چگونه میتونن با دنیا کنار بیان، چگونه میتونن تفاهم داشته باشن اینها. وجود شما بسنم دوستات، یک نکته گرچه فرصت هم کاملا تمام هست. شما بیشتر نگاهی داشتین به این که اگر امروز مسلمانی در افغانستان یعنی تقریبا میشه به اون نگاه مثبتی داشتی از برکت احزاب سیاسی است، اما ما اگر نگاه واقع بینانه ای داشته باشیم در 14 پسین میبینیم که بیشتر از کارهای مثبت کارهای منفی، مثلا خرابی کابل و به جان هم افتیدن احزاب سیاسی در کشور و موارد دیگه که خب من نمیخوام از اینا دفاع بکنم چون اینا به دفاع نیستن، اما اگر در تناسب با این احزاب دیگر قرار بگیرین اینا فروشنده هستن. اول همین که 60000 نفر میگن در کابل کشته شده، اینا کی ثابت کرد؟ دوم اگر 60000 نفر کشتن جنایت باشه، این که ما در یک ما تقریبا حال 60000 نفر میموره، اینا جنایت نیستن. دومی که کی مقصر بود در اون زمان باید مقصر هم شناخته شود. اگر تجاوز و تعدی در برابر دولت امروزی جنایت است، در برابر دولت امروزی چرا جنایت نباشه؟ این یک بحث و بحث است که امروز ما به برکت دموکراسی و اینها چند میلیون معتاد داریم که وجود شما بسنم. تشکر استاد گرامی، خدا شما را به سلامت داشته باشه. و پایان برنامه خود با استاد آماش رسیدیم. سپاس شکران از استاد به خاطر اینکه بسیار مصروف بودن باز هم دعوت پذیرفتن و از تشکر سپاس شکران از تمامی شما سروران گرامی. تا بازدید بعد خوش باشین. الان گرد.